سلام، من شهریار هستم. اینجا باید بدانیم متاسفانه لحظاتی پیش خبری تلخ مطلع شدیم. ایران درودی، نقاش معاصر و پرطرفدار کشورمون، بعد از سالها مبارزه با سرطان دار فانی رو ودا گفت. در ادامه به مختصری از زندگی ایشان و علت فوت می‌پردازیم. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش از ویدیوهای جدیدمون هم مطلع بشید. ایران درودی متولد 11 شهریور 1315 در مشهد، نقاش و فیلمساز بود. تحصیل کرده رشته نقاشی در دانشگاه بوزار در پاریس که تاکنون در 64 نمایشگاه مستقل و 250 نمایشگاه گروهی آثار خود را به دید عموم گذاشته بود. آنتونیو رودریگز، نقاش شناخته شده مکزیکی، درودی را یکی از چند نقاش بزرگ جهان در چند سال اخیر خوانده بود. به عنوان فرزند دوم خانواده از پدری اهل خراسان و مادری قفقازی به دنیا آمد و تنها یک خواهر به نام پوران داشت که بعدها طراح لباس شد. پدر و مادرش بعد از انقلاب و انحلال شوروی از قفقاز به ایران مهاجرت کردند. پدرش تحصیل کرده رشته معماری در روسیه بود و کلکسیون آثار نقاشی نقاشان بزرگ روسیه را داشت و مادرش نوازنده دلی پیانو بود. یک سال بعد از به دنیا آمدن ایران، پدرش تجارتخانه‌ای در هامبورگ آلمان افتتاح کرد و به این ترتیب راهی این کشور شدند. در نهایت اما با شروع جنگ جهانی دوم و کشیده شدن جنگ به داخل آلمان، سال 1319 زمانی که ایران 4 ساله بود، دوباره با خانواده به ایران و مشهد برگشتند. در نهایت با ورود متفقین به ایران، پدرش به خاطر تجارتی که با آلمانی ها داشت دستگیر و مدتی به جزیره خارک تبعید شد. بعد از مشهد به تهران رفتن و به خاطر علاقش به نقاشی و استعدادی که نشان داد، با تشویق پدر و مادر در کلاس های آزاد طراحی شرکت کرد. در نهایت سال 1333 وقتی 18 ساله بود، بعد از پایان تحصیلات متوسطه، برای تحصیل در دانشگاه بوزار پاریس نزد خواهرش رفت. از سال 1340 تا 46 زندگیش پر از ماجراجویی بود و از هر آشنایی استقبال میکرد. او سپس برای شفاف کردن رنگهای نقاشی دوره ویترا را در آکادمی سلطنتی بروکسل گذروند و در مدرسه لور فرانسه تاریخ هنر را آموخت. برای یادگیری تهیه کنندگی و کارگردانی هم مدتی عازم انستیتوی آرسیای نیویورک شد. فرای پهلوی زمان تحصیل ایران در همسایگی اونها در فرانسه زندگی میکرد و همیشه مشتاق صحبت و گرفتن راهنمایی از درودی در زمینه نقاشی بود. بعدها پوران، خواهر ایران، طراح و دوخت شنل تاجگذاری فرح رو در مراسم تاجگذاری سال 1338 انجام داد. ایران درودی سال 1339 وقتی 24 ساله بود به ایران برگشت و در تالار فرهنگ تهران اولین نمایشگاه نقاشی خود را برپا کرد. ایشان سپس به خاطر تحصیلات فیلمسازی به عنوان نفر 46 به استخدام تلویزیون در اومد و در مدت 6 سال 80 فیلم مستند از هنرمندان ایران و جهان ساخت. او سپس به عنوان استاد افتخاری برای تدریس به دانشگاه صنعتی شریف دعوت شد و تدریس تاریخ و شناسایی هنر را به عهده گرفت. ایران درودی در زمستان سال 46 وقتی 30 ساله بود با همسرش پرویز مقدسی، تحصیل کرده تهیه کنندگی و کارگردانی، ازدواج کرد. زندگی این زوج 18 سال بعد در سال 64 با مرگ زود هنگام مقدسی به پایان رسید، اما تأثیر بسیار عمیقی بر درودی گذاشت و او دیگر ازدواج نکرد. خودش می گفت آزادگی و بلند نظری پرویز در رشد فکری و نحوه دیدن به زندگی تأثیر مهمی داشت و نهایت در نقاشی هایم. و حتی بوم های مرا می ساخت. نمونه کامل یک مرد خوب ایرانی بود، با خصیصه هایی کم نظیر، آزاده، گشاده دست و مهربان. خانم درودی در سال 47 به سفارش شرکت ITT که لوله کشی نفت آبادان به ماهشهر رو به عهده داشت، تابلوی نفت ایران را کشید. تصویر این تابلو با تیتراژی میلیونی در روزنامه های مهم جهان از جمله لایف، نیوز ویک تایمز و کلی روزنامه دیگه به چاپ رسید و احمد شاملو در سال 52 برای آن شعری سرود. در سال 52 کتاب آثار درودی به 3 زبان با مقدمه ای از آندر مالرو نویسنده
و سیاستمدار فرانسوی و ژان کوکتو، شاعر و نقاش فرانسوی و شعری از احمد شاملو و پیشگفتاری از هوشنگ طاهری در تهران منتشر شد. آخرین نمایشگاه درودی قبل از انقلاب سال 57 برگزار شد، تا اینکه بعد از انقلاب 14 سال طول کشید تا بتواند سال 71 در مجموعه آزادی آثارش را به نمایش بگذارد. او در دوران بعد از انقلاب بیشتر در فرانسه به سر می برد و کمتر به ایران می اومد، چرا که در این سالها پدر، همسر و هوشنگ طاهری، همسر خواهر و عموی او در فاصله 7 سال فوت کردند. به گفته خودشون از سال 78 مبتلا به سرطان بودند، اما هیچگاه اون رو جدی نگرفتند. میگفتن سرطان معجزه زندگی من بود که زنده بودن رو به من یادآوری کنه و هر ثانیه‌ام رو لبریز از عشق کرد. هر اثری که میکشم من رو به حالت عرفانی میبره و نقاشی‌هام به گونه‌ای ترجمان و تصویر دنیای ذهنیات منه. این چیزیه که من رو بعد از 23 بار جراحی سرپا نگه داشته. ایران درودی، این نقاش برجسته ایرانی، در نهایت بعد از 22 سال مبارزه با بیماری سرطان روز 7 آبان 1400 در سن 85 سالگی دار فانی رو ودا گفت. ایشان 2 ماه قبل، در حالی که ویروس کرونا ریه و دستگاه گوارش وی رو درگیر کرده بود، این بیماری تلخ رو شکست داده بود. اما وصیت‌نامه خانم درودی به نقل قول از ایشان: مفتخرم، نامم ایران است. وصیت کردم روی سنگ قبرم فقط نام ایران را بنویسند. برایم خوشحال باشید و دعا کنید موزه‌ام را ببینم. درست است که زندگی سختی داشتم و عزیزانم را از دست دادم، اما با عشق زندگی کردم و توانستم ظرفیت دوست داشتن را داشته باشم. به همین خاطر بعد از مرگم هیچگاه برایم ناراحت نباشید. روحشاد، یادش گرامی. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و کارمون حمایت بکنید.